سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 ماه سرطان سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 ماه جولای سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار رئیس جمهور کرزی به طرحان حملات راس افغانان در افغانستان. ده 15 سال دیگر افغانستان در جمله کشورهای بسیار زورآور این منطقه می باشد. امضای یک پیمان راهبردی به زودی میان ایران و افغانستان. با تاکید امریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای. خوشحالم هستم با مشروع خبرهای ساعت. رئیس جمهور کرزی هشدار میدهد که طرحان حملات راس افغانان در افغانستان پاسخ ده خواهند بود. آقای کرزی تاکید میآورد که افغانستان صلح میخواهد، اما کارنامه‌های راس افغانان در کشور فراموش ناشدنی هستند. در این حال وزیر امور داخله سازمانهای استخباراتی کشورهای منطقه را نیز به حملات بر نیروهای پلیس و کشته شدن این نیروها متهم میسازد. رئیس جمهور کرزی در مراسم فراغت بیش از 530 افسر از اکادمی پلیس برای نخستین بار همزمان با فراخوانی صلح هشدار می‌دهد که طرحان حمله‌های هراس افغانانه در افغانستان پاسخ‌ده خواهند بود. آقای کرزی تأکید می‌ورزد هر کسی که برخلاف افغانستان باشد به هدفش نخواهند رسید. او انتحاری که ای کار میکنه او خو پیچکاری شده، دوا داده شده، از خود بی خود شده، از انسانیت و از وجود خود بیگانه شده، از او گله کسی نمی کنه. ولی اونهایی که پشت سر از این کار هستن، اونهایی که پشت از این کار هستن و عاملین کار هستن، اتو فکر نکنن که صدایی که ما بر رسول هر روز میگیریم و میکشیم و صدا داریم بر عزیز که ما صلح میخواهیم ولی اعمال اونا فراموش میشه. نه خیر، ما صلح میخواهیم برای صلح کوشش میکنیم ولی اونا بدانن که هر قتلی که دی خاک کردن، هر بزرگی خاکی که شهید کردن، هر وکیلی خاکی که شهید کردن، هر کلان قوبی خاکی که شهید کردن، هر عالم دینی خاکی که شهید کردن، هر معلم، هر پدر، هر پسر و هر کودکی خاک خصوصا که شهید کردن، هر طفلک ما را که شهید کردن، او در خاطر ما هست و فراموش نمیشه. اگر از این خاک ما هست یا بیگانه است بدانه که فراموش نمیشه، یک روز جوابگوی است. در این میان وزیر امور داخله میگوید که نیروهای پلیس دستاوردهای زیاد داشتند، اما هنوز هم این نیروها با چالش های بسیار روبرو هستند. و این مداخله های سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه را نیز سبب کشته شدن نیروهای پلیس میداند. منصوبین پلیس فداکار کشور در اثر مداخله بیشرمانه استخبارات منطقه و حملات بیرحمانه و ددمنشانه طالبان و ترورستان جنایتکار جام شهادت می نوشند. این در حالی است که نیروی پلیس حافظ صلح و نگهبان آرامش در کشور بوده و متعهد به صلح و امنیت منطقوی می باشد. در چولی زموش فرامنتی قوا و حمله کیجی دلیل واضح دیم. زموش پلیس، زموش اردو، او ملی امنیت دا افغانستان دیو تینگ پیاوری مستقل پر خپلو پښو ولاړ او د ترقیو خواته روان دولت دی. داسې یو دولت چې هم مستقل وي، هم موړ وي، هم ځوانان ورځ په ورځ روزل کېږي او هم ترقی کوي. بې شکه چې د افغانستان د بدخواوو او د هغو چې غواړي چې افغانستان تر لاس لاندې وي خوښ نه دی. رئیس جمهور کرزی به این باور است که افغانستان تا چند سال دیگر یکی از نیرومندترین کشورها در منطقه خواهد بود. زوراور از لحاظ موقعیتش، زوراور از لحاظ پیشرفت و ترقی راه‌ها و تجهیزات و زیربناهایش و زوراور و باقوت از لحاظ ترقی نیروهای امنیتی و نیروهای دولتیش.
به نظر می رسد که در این اواخر رئیس جمهور کرزی هم در برابر مخالفان مسلح دولت و هراس افغانان واکنش های تند نشان می دهد. پیش از این هم آقای کرزی هشدار داده است که اگر مخالفان مسلح دولت جنگ افزارهایشان را به زمین نگذارند، جنگ در برابر آنان ادامه خواهد داشت. ایران به زودی یک پیمان راهبردی را با افغانستان امضا خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگوید که گفتگوها برای امضای این پیمان میان تهران و کابل ادامه دارند. وزیر امور خارجه ایران میافزاید که بر بنیاد این پیمان ایران در بخشهای گوناگون و ویژه آموزش نیروهای امنیتی به افغانستان کمک خواهد کرد. میان کابل و تهران نیز پیمان راهبردی امضا خواهد شد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی با طلوع نیوز میگوید که گفتگوها میان کارشناسان دو کشور برای امضای این پیمان ادامه دارند. وی تاکید می‌ورزد که ایران وظیفه خودش می‌داند که در تامین صلح و ثبات همیشگی به افغانستان کمک کند. ما امیدواریم در آینده نزدیک بتونیم یک پیمان جامعی در ارتباط با همکاری‌های گسترده با افغانستان به امضا برسونیم. این پیشنهاد مورد توافق جناب آقای کرزای قرار گرفته. اصلا خود جناب آقای کرزای رئیس جمهور محترم افغانستان این پیشنهاد رو دادن که ما هم استقبال کردیم و در آخرین ملاقاتی که خدمت ایشون داشتیم وقتی که یادآوری این پیشنهاد شد ایشون مجددا اظهار علاقه کردند و الان کارشناسان دو کشور در صدد هستند که یک پیمان گسترده و جامعی رو در ارتباط با همکاری های شامل و کامل بین افغانستان و ایران انشاءالله تنظیم و امضا بشه. این مقام بلندپای ایرانی میگوید که ایران میخواهد افغانستان پس از سال 2014 میلادی بر پاهای خودش بیستد. امیدواریم که کلیه طیف‌های مختلف سیاسی در افغانستان دور هم جمع بشن با وحدت و انسجام منافع ملی افغانستان رو قبل از منافع ملی حزبی و عرضم به حضور شما که فعالیت‌های سیاسی خودشون قرار بدن. افغانستان تا کنون با چندین کشور جهان از جمله با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و هند پیمان‌های راهبردی امضا کرده است. ایران نخست از امضای این پیمان‌ها ابراز نگرانی کرد و اما اکنون نخستین کشور همسایه افغانستان است که از گفتگو درباره امضای پیمان همکاری‌های راهبردی با افغانستان سخن می‌زند. در این حال سفیر آمریکا در کابل با تلاش‌های حکومت افغانستان در پیکار با فساد داری و آمدن اسلحه در نهادهای دولتی خوشبین است. سفیر آمریکا در گفتگوی با طلوع نیوز ابراز امیدواری می‌کند که رئیس جمهور کرزی پیکار با فساد داری و آوردن اصلاحات را در نهادهای دولتی در دو سال آخر حکومتش در اولویت کارهایش قرار داد. در این حال این مقام آمریکایی نقش جامعه مدنی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسیار مهم می‌داند. خوشبینی سفیر ایالات متحده آمریکا درباره تعهد رئیس جمهور کرزی در پیکار با فساد اداری و آوردن اصلاحات در حکومت. راین کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در گفتگوی با طلوع نیوز بدین باور است که اکنون که در نشست توکیو جامعه جهانی و حکومت افغانستان روی یک سازوکار حسابدهی دو جانبه توافق کردند، تعهد حکومت افغانستان به پیکار با فساد اداری و آوردن اصلاحات امیدوار کننده است. من فکر میکنم که حکومت افغانستان در این زمینه تلاش بسیار جدی خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی در این باره به گونه روشن گفته است که پیکار با فساد و آوردن حکومت داری خوب در دو سال باقی مانده کارش در اولویت خواهند. بنابراین جامعه جهانی در نشست توکیو و نیز چند پیش در نشست شیکاگو حمایتش را از مردم افغانستان اعلام کرد. مردم افغانستان رنج و درد بسیار دیدند و ما مطمئن هستیم که آنان آینده روشن خواهند داشت. ما با کمک های من به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. در همین حال سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشاره می کند و نقش جامعه مدنی را در برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان مهم و ارزنده می داند. جامعه جهانی خواهان تعهدات نیرومند حکومت افغانستان با حفظ حقوق بشر است. نقش جامعه مدنی بسیار مهم است و این نقش در انتخابات ریاست جمهوری یک عنصر ضروری خواهد. نمایندگان جامعه مدنی در نشست توکیو خواهان برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه هستند. من احساس می کنم که کارهای بسیاری در افغانستان بهتر شده.
سفیر ایالات متحده آمریکا در حال بر تعهدات حکومت افغانستان در پیکار با فساد اداری و آوردن اصلاحات در حکومت خوشبین است که هفته پیش در نشست توکیو جامعه جهانی و حکومت افغانستان روی یک سازوکار حسابدهی دو جانبه توافق کردند. و هر دو طرف پذیرفتند که پس از این در مصرف پولهای کمک شده در افغانستان پاسخگو باشند. اما اینکه حکومت افغانستان و جامعه جهانی تا چه اندازه به این تعهدات پابند خواهند بود و حکومت افغانستان چگونه پیکار با فساد اداری و آوردن اصلاحات را عملی خواهد کرد، پرسشی است که پاسخ آن در آینده روشن خواهد شد. با این همه اظهارات وجود دارند که حکومت در پیکار با فساد اداری تصمیم قاطع ندارد. رهبر ائتلاف ملی با ابراز این مطلب میگوید که حکومت در 10 سال گذشته نیز در پیکار با فساد اداری و جلوگیری از قتل‌های زنجیره‌ای ناتوان بوده است. دکتر عبدالله عبدالله میافزاید که حکومت همواره وعده کرده است که عاملان قتل‌های زنجیره‌ای را شناسایی کند و به مردم بشناساند، اما تاکنون این کار را انجام نداده است. در تصمیم گیری های مهم کشور مردم نادیده گرفته می شوند و نیز برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و کشتارهای زنجیره‌ای حکومت کاری انجام نداده است. رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید در حالی که حکومت در نشست توکیو به جامعه جهانی تعهد سپرده است که برای نابودسازی فساد اداری مبارزه جدی را آغاز میکند، اما در این کار ناتوان است. بنایی که بر فساد اداری گذاشته شده، خودت توانایی زیر نداری، خودت عزم و اراده‌ش نداری، خودت نیتش نداری، خودت قصدش نداری، خودت تیم را در اطراف خود ناوردی که کار بکنند. وای در نشسته که برای گرامی داشت ماه مبارک رمضان با حضور شماری از عالمان دین برگزار شده بود میگوید که در حال حاضر مردم در سردرگمی و رنج و مصیبت به سر میبرند و نمیدانند که آینده کشور چه خواهد بود. در حالی که همه مردم چشم برا بودند که در افغانستان صلح بیاید، کشور ما آباد شود، یک اداره سالم به میان بیاید، عدالت باشه، حق به حقدار سپرده شود، کار به اهلش سپرده شود، فساد نباشه، فساد اداری نباشه، وضعیتی که ما و شما امروز شاهدش هستیم چیست؟ وای تاکید می‌ورزد که پس از این نباید مردم در تاریکی قرار داده شوند و نیز نقش علما در سرنوشت کشور بسیار اثرگذار است، زیرا آنان می‌توانند مردم را در بهبود اوضاع امنیتی و نیز برای پیشرفت کشور بسیج کنند تا هر شهروند کشور به نوبه خودش برای افغانستان کاری انجام دهد. رئیس عدلیه پیشینی ولایت لوگر به جرم تجاوز بر یک دختر نوجوان به 16 سال زندان محکوم شد. نصیر احمد قریشی رئیس عدلیه پیشینی ولایت لوگر که در شب 23 ماه رمضان سال 1388 هجری خورشیدی بر این دختر تجاوز کرده بود، دادگاه ابتدایی 7/4 کابل امروز وی را مجرم شناخت و به 16 سال زندان محکوم نمود. اما نصیر احمد قریشی خودش را قربانی دسیسه های شمار از مقامات آن زمان ولایت لوگر می‌داند. هیئت قضایی دیوان جزای دادگاه ابتدایی 7/4 شهر کابل رئیس عدلیه پیشین ولایت لوگر را بر بنیاد ماده 7 قانون منع خشونت در برابر زنان به 16 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. هیئت قضایی این دادگاه میگوید شواهد نشان می‌دهد که رئیس عدلیه پیشین ولایت لوگر هنگام این عمل را انجام داد که یک دختر نوجوان به اتهام فرار از منزل در مرکز اصلاح و تربیت کودکان ولایت لوگر زندانی بود و نصیر احمد قریشی نیز با استفاده سو از صلاحیت‌هایش در همین مرکز بود و باش داشت. تو اسامی سید نصیر احمد شا ولد میرآقا متهم قضیه تجاوز جنسی را طبق هدایت ماده 7 قانون منع خشونت علیه زنان از ابتدای ایام نظارت و توقف به مدت 16 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نمودیم. از سوی هم رئیس عدلیه پیشین ولایت لوگر میگوید که وی قربانی دسیسه های شماری از زورمندان و غاصبان زمین که در آن زمان در برخی از نهادهای دولتی ولایت لوگر کار میکردند شده است. اینمی تمام دسیسه هایی که علیه ما ساخته شد، علیه ما ساخته شد، خاطر صداقت ما ساخته شد. اگر ما همی دختر روی شدیده باشم با والله و بالله و سم اطلاق. از سوی هم دادگاه ابتدایی 7/4 شهر کابل دو نفر را به اتهام ربودن یک کودک 9 ساله به اعدام محکوم کرد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.